Parashay Nafte, Parashay Nitzavim, Parashay Nitzavim, Aminam, Gabrat Rosh Hashana خوندیم میشه و رمزای Rosh Hashana در این پاراشا هست. بهترین استوری که من میتونم داستان شده میتونم بگم در مورد Rosh Hashana که پوینت Rosh Hashana رو درون بیاره اینه که یه دفعه خاصیدی میاد پر رپش. یه رپ بره به من ست تا پرابلم دارم. خیز. پرابلم رو حل بکن. پرناساس، رفواس، شدوخه. پرابلم های مختلف تو کنه دارم. به میره به بهش میگه ببینم تو ست تا پرابلم نداری بعد یه پرابلم داری گو ان چکین تو نه برم گرده خونه با خانم استفاد میکنه و میره به گفته ما یه پرابلم داریم بریم ست تا پرابلم واقعا ممکنه پرابلم نباشه نه چک میکنن و پرابلم رو کمتر میکنن میشن 80 و با ربه میره به ربه من رفتم با خانم استفاد کردم و واقعا دقیقا نگاه کردیم درست میفرمایید من 100 تا ندارم 80 تا دارم میگه نه تو فقط یک پرابلم داری. گو برو و چک کن. یک پرابلم بیشتر نداری. این دوباره میره چک میکنه و با خانمش صحبت میکنه. دوباره میاد کمترش میکنه. بعد میگه 60 تا. تو که کمترش میکنن. میگه من رو به یاد رای. ما 100 تا پرابلم نداریم. 80 تا نداریم. 60 تا پرابلم داریم. میگه نه. شما فقط یک پرابلم داری. گو back to your wife. بر و باش علاجه بیرند و مرتبه خلاصه ترش میکنن یه ربه گفته این پرابلم نیست حتما منظورش اینه بگن چهل تا مرتبه میگه که من پرابلم برم یه نه ولی تخفیف نمیده یه پرابلم شما بیشتر یک مشکل بیشتر شما نداره و دوباره بر میگرده و خیلی سعی و کوشش میکنن از این بر بزنن و دو بر بزنن 20 تا پرابلم میاد دوباره به پرابلم ربه میگه نه فقط یه پرابلم یک مشکل بیشتر ما نداریم. ولی برای خانمش میگه خانمش خب میگه خب از ربه بپرس برامش دیگه آسیب میشه. میگه خب از ربه بپرس پرابلم ها چیه خودش میاد پر ربه. ربه ما 20 تا پرابلم واقعا داریم نه کن ما شلوغ لازم داریم. بچه اون مریضه این. ربه میگه نه شما فقط یه پرابلم داریم. بعد زنه میگه به ربه میگه خب ربه تو ما بگو پرابلم ما چیه. شما آماده هستیم که گوش بکنیم؟ یعنی هست؟ ما یه پرابلم داریم حاضریم. پرابلم شما اینه که شما پادشاه نداریم کینگ نداریم ملک نداریم یعنی اینکه یادم اکادشوار خود رو پادشاه بکنه پادشاه خودش باشه موقع پرابلم های شخصی خودش پرابلم های باشه باشه اکادشوار خود در خود ملاخیم رمبان پاسیل کرده که لب ملک لبان قلب پادشاه قلب قوم همانطوری که عواجب رو در تورای خودش گفته که پادشاه فقط موضوع کابود و پرستیج نیست پادشاه منظور اینه که قلب پادشاه قلب قوم هست دن خودش هم همچین حلاقایی رو رعایت میکنه قلب پادشاه قلب قوم وقتی عواجب رو خود پادشاه ما باشه قلب هشم قلب ماست و تپش قلب هشم برای احتیاجات ماست برای اینکه ما رو بهتر هدایت کنه در زندگی ما بهتر هدایت بشیم به مقصد خودمون برسیم به عالم حقا برسیم به تمام براخا و برسیم به زندگی برسیم این تمام کوشش و تقلای حق دشبار خوب این در سببات خریشی را وقتی که در هر برای هر موعدی برای هر یومتوبی یک روی تابلو اعلامات یه چیزی رو میذاشتن که اون نکته تمام نکات یومتوب رو بروند کرد را در Rosh Hashana مثلا در سوکه مثلا سیمخ و پسخ آزادی شبور حوالت تو را وقتی رسیده به Rosh Hashana میگفتن امروز روز ملخوت ولی اکثرا فهم میکنن که این روز ملخوت هشمه ولی در اونجا بزن که ملخوت آدم ترجم میکردن سوال میکردن یعنی چی؟ این ملخوت آدمه یا ملخوت هشم؟ Rosh Hashana روز ملخوت انسانه که یک فرد بتونه واقعا تمام خودش رو کنترل بکنه در کنت خودش در بیاره خودش رو احساسات خودش، رضایت‌های خودش، خواسته‌های خودش رو
رو تابع بکنه به هشم و این ملخوت انسانه که بتونه انسان به خودش مسلط باشه و تسلط داشته باشه که بتونه پذیرا بشه ملخوت هشم. وقتی آدم به خودش مسلط باشه و بتونه پذیرا بشه ملخوت هشم، اون پادشاه یکدش بارو، اون موقع است که اون شخص تمام احتیاجاتش، تمام نکاتش برآورده میشه. خاطر این که لبمله تپش قلب هشم برای قوم و احتیاجاش رو برآورده میشه. ما باید سعی کنیم تمام کوشش ما این بره که در چشانه ها که هشم رو مله خودم بره. رو مفصل میفرماید هشم رو مله کردن یعنی چی؟ برای دو تا نکته هست. یه نکته اینه که آدم باید حلاخای تو رو یاد بکنه. اگه هشم ملخ منه، چیزی که حکم میکنه باید شما کرد. باید طبق حلاخا زندگی کرد. و شوخان روح رو گرفت، شوخان روح رو یکی یکی سعی به سعی انجام داد. این نشانگر اینه که من عیب ملخ، عیب کین. و نکته دیگر اینه که آدم باید حکمهای هشم رو قبول میکنه. آدمی که حکمهای هشم رو قبول میکنه، دم ملخوت هشم رو قبول میکنه. ولی کسی که حکم های هشم رو قبول نکنه، اون گزرا و نکاتی که هشم براش انجام داده قبول نکنه، این ملخوت هشم قبول نکنه. نفر بوده، دو نفر بودن با هم رفتن مدرسه و این نفر میگفته که من بیزنسمن بزرگ میشم، تو ربای بودیش. واقعا میشه این بیزنسمن بزرگ میشه، این آدم خیلی ثروتمند میشه، در اشتغالات خیلی پیشرفت میکنه و دیگری ربای بزرگ میشه. این شخصی که اشتغال داشته، بیزنسمن بزرگی بوده، یه دفعه یک معامله خیلی بزرگی میکنه، صبر تو سکرو و یه سکرو میبنده 4 میلیون دلار و شب بعد از اون 8، یعنی توی یک روز 4 میلیون دلار تقریبا میسازه. من میاد به چقدر خوشحاله و به رابه میگه ببین مذارب بگفتم فکر من فکر بیزنس، چقدر من عقل و شعور دارم تو بیزنس، بیدیم بزرگترین بیزنس دنیا رو انجام بدم. و this is what I do. Then another time، یه موقع دیگری این رابه میبینه که این یکمی افسرده است. بهش میگه که ببین دوست عزیز، چرا مثل افسرده هستی؟ چقدر ناراحت هستی؟ یه ببین هشم نخواسته. به چی هشم نخواسته؟ چطور شده؟ بگو چطور شده؟ یه هشم نخواسته. من توضیح بده چی هشم نخواسته. بعد بالاخره توضیح میده که یه من میخواسته یه بیزنس کنم و اینها و درش ضرر کرد. جالبه این وقتی که سود کرد و منفعت کرد، سود و منفعته رو به حساب خودش کرده که من چقدر قابل هستم، چقدر عقل و فخمه دارم. وقتی یه اتفاق ناگوار اتفاق میفته، این میگه که یه عرضه هشم کرده. این قبول ملخوت نیست. و ملخوت اینه که آدم قبول بکنه هر چیزی که حاصلش بشه از طرف هشم. هشم خوبی ها و بدی ها هر نکته اتفاق میفته و ایمان داشته باشه که هر نکته اتفاق میفته برای خوبی خودم. هشم اینجا زینف نیست. هر کاری که هشم میکنه برای خوبی خودم. This is good. ولی ما اینجوری نیستیم. ما معمولا کارهای خوبی که انجام میگیره رو خودمون انتایتل میدونیم. ما خودمون رو میدونیم که انجام دادیم و کارهای بد رو شکر داریم، شکر داریم. حالا به بلمن میگه یه ربای ربای ببینی من صداقام رو دادم، کشور گرم دادم، شبات میگرم دادم، چون همچه توی برای من افتاد. احساس طلبکاری از هشم میکنه. احساس میکنه که مثلا رابطهش به حواج بارخون مثل یک رابطه بیزینسیه. من این کار رو کردم، دیر هشم باید جوابگوی من باشه، چون هشم جوابگوی من نیست. هشم ها روزیه که ما قبول میکنیم ملخوت هشم رو. و ملخوت هشم یه تراست. ما تراست داریم مثلا به هشم. خودش بارخون ما رو آفریده، ما رو تکر کرده. و کسی که واقعا اون ماهیت رو و اسنس هشم رو آشنا باشه، میدونه که رابطه ما با حواس بارخو based on trust، اون ایمانی که به هشم داریم، اون اعتقادی که به هشم داریم و ایمانی که داریم که حواس بارخو تمام کارهایی که میکنه برای خوبی ماست. آدم به همچین تونه و همچین مودی وارد روش هشانا میشه و دن این اون خطوت هشم که ناوی برای ما خطوت هشم، اون شادی و خوشحالی که داره روی حواس بارخو
این بزرگترین نیرویه که آدم برای روی مدن داره. همین که آدم شاده با ملخوت هشم و خودش رو مطیع میکنه ملخوت هشم و حکمای هشم رو قبول میکنه، هشم مله، هشم مال و هشم دخل نانوای میخونیم، این بزرگترین سخوت برای یوم هدینه توسط اون عمش خوب ما زندگی، پرناسا، همه چیز خوب برسیم یه تورا رو شامل حالمون بکنیم. تو باب ختمات تو باب داره بوده.